با سلام و درود. خبرهای ترسناک و هیجان انگیزی می رسند. ایرانی ها پیام دادن بر اسرائیل که 72 ساعت آینده برای شما به هیچ وجه جالب نخواهد بود. خب تهدیدهای روانی است. روانی چی که در میدان واقعیت آمادگی به جنگ است. تمامی لشکرهای زبده اسرائیل در حرکت افتاده، شب کاملا مستقر هستند در محاذات شمال اسرائیل که جنوب لبنان شود در برابر حزب الله. در دمی گرماگر نبرد بسیار شدید با در کشور افریقایی مالی اتفاق افتاد که حال گزارش شده که درگیری اصلا بین گروه واگنر و بلک واتر امریکا است. این دیگه بیخی گپ اینج کلان میشه. چرا واگنر تلفات داده زیاد و قوای دولتی مالی هم بسیار تلفات داده، اسیر دادن ناگهان. و در افغانستان خبر میرسه که طالبان 4 جاسوس استخبارات تاجکستان به دام انداختن در کابل. خب اول از حساب دولت ایران، حساب کاربری به زبان عبری است شروع کنیم. گفته شما پیام ما را دریافت کردید، به اسرائیل گفته، و میفهمید که اگر اشتباهی از شما سر بزنه 72 ساعت آینده برای شما 72 ساعت ناگوار خواهد بود، یعنی جالب نخواهد بود. امین. خب منابع محلی گزارش کردند که پهپادهای اسرائیل پیشاپیش در آسمان بیروت گشت میزن و مشاهده شده. این بفته که جنگ یک جنگ بدون شوخی است و شخصا ما فکر میکنم که این جنگ اسرائیل وادار میسازند که به جنگ لبنان بره. چرا؟ به خاطر از اینکه اسرائیل ضعیف است، در دو جبهه است، در چند جبهه اسرائیل در اینجا شکست میخوره. از این یک شکست خورد غزه، حماس از پشت سر، حتی حماس از پشت سر تحرکات خود دوباره سر میگیره در جنوب اسرائیل. اینتل تایمز گزارش کرده که انتظار میره که اسرائیل امشب به عمق لبنان حمله کنه. خب این چیزا قطعی نیست، اما هم تو گزارش میتن از روی تحرکات، از روی گفتهایی که وزیر دفاع اسرائیل میگه، رهبرای اسرائیل میگه، وزیرای اسرائیل و اینا. منبع خبررسانی اکسیوس گفته که به نقل از یک مقام امریکایی که ما معتقد هستیم که هدف قرار دادن بیروت پایتخت لبنان توسط اسرائیل یک خط قرمز بالقوه برای حزب الله است و حزب الله بسیار بسیار با یک شدت عمل جواب خواهد داد. بله، شدت عملش چی است؟ تمامی خاک اسرائیل در تیرس حزب الله است، تمامیش. اکسیوس به نقل از مقامات امریکایی برار گفته که جنگ همه جانبه بین اسرائیل و حزب الله ممکن است به جنگ منطقه‌ای منجر شود. ممکن نیست که حتمی کار میشه. مگری که یک طرف به سرعت شکست بخورد، اما چون موازنه قوا وجود داره ممکن است بازیگران منتظر وارد صحنه شوند. اردوغان یک گپ نو زده، گفته ترکیه میتونه وارد اسرائیل شود، یعنی ارتش ترکیه میخواد که میتونه که وارد اسرائیل شود، طوری که ما گفته ما وارد قره‌باغ کوهستانی بین ارمنستان و آذربایجان شدیم و ما وارد لیبیا شدیم. براستی ارتش ترکیه در لیبیا بسیار نقش داشت. میگه به می شکل ما به اسرائیل هم داخل شده میتونیم. خب البته یک بازی لفظی اردوغان است. متحد امریکا است، متحد اسرائیل است، عضو ناتو است، چون این کاری نخواهد شد. اما وزیر خارجه اسرائیل یک جواب جالب داده به اردوغان، گفته اردوغان پا جای پای صدام حسین گذاشته، اسرائیل تهدید میکنه، او هم یک وقت همی کار کرد. بهتر از اردوغان فقط
سرنوشت صدام حسین به یاد خود بیاره که چطور از بین رفت و از او باید پند بگیره. کانال خبری سونیا گزارش کرده که اسرائیل به فرانسه گفته که مواضع حزب الله و سپاه قدس در لبنان و سوریه را بمباران خواهد کرد. خب یک چیزی بسیار تکراری زیگه. رسانه های ایبری چی میگن؟ فراخان فوری بر جراحان عمومی در کل اسرائیل به کسای بر پزشکان، جراحان عمومی، جراحان قفس سینه، جراحایی که مثلا در تمامی رشته ها متخصصان جراحی را جمع کردن، متخصصان بیهوشی را برای کمک به کارکنان بیمارستان های شمال اسرائیل. آن یک جنگ که میشه تلفات میه، زخمی زیاد میه. پیش از پیش تمامی بیمارستان ها را آماده کردن. عجب است. یایر آلتمن خبرنگار کانال 14 اسرائیل است، میگه اسرائیل تعداد از عملات مهم به لبنان انجام خواهد داد که هرگز تا حال انجام نداده. اما یایر آلتمن شاید حافظش ضعیف باشه. در جنگ 6 روزه 33 روزه بین حزب الله و اسرائیل در سال 2006 تمام قوای نظامی اسرائیل به هزاران ده ها هزار تن بمب بر سر بیروت ریخته بودند. چی به دست آمد؟ حالا که میگه که یه تو عملات بکنیم که هرگز دیده نشده. نه دیده، اونا دیدن چی داره؟ خب البته میگه که پاسخ ما دشوارترین پاسخ از زمان آغاز جنگ خواهد بود، اما بالمقابل طرف مقابل هم عین تهدید کرده حزب الله. خب ببینیم چی میشه. امریکا به دولت لبنان هشدار داد که امریکا گسترده در راه است، شما چی میکنید؟ در این حالت یک پزشک یهودی که داوطلبانه به غزه رفته بود برای مداوای بیماران یادم گفته که وضع در اونجا بسیار ویران است. 80% از قربانیان جنگ غزه کودکان هستند و تا حال 14,000 کودک به وسیله ارتش اسرائیل کشته شده و هزاران کودک معیوب از پایش قطع شده، دستش قطع شده. و جالب چی بود که نتانیاهو در کنگره امریکا میگفت که یک نفر هم کشته نشده و همه کنگره امریکا کف میزدن. این نشانه چی است؟ آیا نشانه پایان یک تاریخ نیست؟ شما چی فکر میکنید؟ تجربه تاریخی میگه که مثلا آموزه هایی که از رویدادهای تاریخی وجود داره، این چیزی که من برای شما توصیف کردم نشان از پایان یک تاریخ داره. یکی چی شکل منتظر باشه. طبق اعلام منابع امروز یک دیداری بین فرماندهان سپاه پاسداران با فرماندهان لشکر زینبیون و فاطمیون برگزار شده. قماندان ها رو کلش خواستن. در کجا؟ در شهرک السیال در حاشیه منطقه البوکمال، همون جایی که اسرائیل همیشه بمباران میکرد. در این جلسه توافق شده که تعداد زیادی از نظامیان فاطمیون و زینبیون از شهر البوکمال به شهر تدمر در حاشیه ولایت حمص سوریه منتقل شوند. اینی به صلاح سوقیات نظامی، ای همیش ارتباط داره به عملیاتی که قرار است آل اسرائیل آغاز بکنه به طرف لبنان. آیا اونها این نیروها به کجا گسیل خواهند شد؟ خب در نتیجه هم راکتی حزب الله به پایگاه نظامی اسرائیل در شتولا خسارات بسیار بزرگی وارد شده. یعنی حزب الله حملات خود ادامه میده، هیچ قطع نکرده. منابع ایوری گفتن که ایران به حزب الله اجازه پاسخ دادن به هر نوع حمله اسرائیل داده با تمام ابزارها. عمق حمله اسرائیل به لبنان عمق پاسخ حزب الله به اسرائیل خواهد بود. بینمی تعامل پیشا پیش برخی خطوط هوایی دنیا پروازهای خود به لبنان
یعنی تا صبح امروز که دوشنبه است موکول کرده بودند که معلوم شود که آیا پس دوباره به تعویق می اندازن یا چطور. رسانه های اسرائیل میگن که به دلیل ترس مردم از شروع جنگ بین حزب الله و اسرائیل، در بازارهای اسرائیل خرید کنسر، قوطی کنسر، مواد غذایی، دستمال توالت، یعنی کاغذ تشناب، دستمال های مرطوب و مثلا محصولاتی که برای کودکان فروخته میشه در فروشگاه و سوپرمارکت های شمال اسرائیل بسیار زیاد افزایش یافته. مردم غذا، مایحتاجات و ضروریات اولیه خود به سرعت ذخیره کرده روان هستند. خب میایم سر یافته های تازه که از دستگیری یک گروه 4 نفری که گفته شده مربوط شبکه جاسوسی یک جنرال تاجیکستانی به نام مؤمن یتیموف هستند در کابل. استخبارات طالبان 4 نفر به دام انداخته. به حواله آندری سرینکو، جورنالیست روسی و افغانستان شناس معروف، استخبارات طالبان یعنی به اصطلاح در یک دور دیگه جنگ مخفی علیه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برنده شدند. 4 نفر گرفتند. شبکه مخفی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 4 ایجنت خود عدس داده. هر 4 ایجنت توسط اداره ضد کشف طالبان بازداشت شده. اداره 040 در آغاز تابستان 2 نفر دستگیر کرده بود که گفتن یکیش اتهام جاسوسی استخبارات تاجیکستان، دیگهش گفته بود با مقاومت کار میکنه. به هر حال نام های اینها، یکی دولت علی ولد امیر حیدر، نام خانوادگی غلاموف است، متولد 1966. نظیر شاه ولد نصرت، نام خانوادگیش دولتوف، متولد 1960. ایش کمی سنش بالاست. طالبان همزمان با این دوتا دو باشنده ولایت بدخشان هم دستگیر کردند که گویا او 2 نفر بدخشی را اینها معرفی کردند و که به ما شما به حساب ما شما میگم قلمداد کردن. خب شهر قضیه بوده که 2 ماه پیش دولت علی غلاموف در تحقیقات خود اعتراف کرد که توسط استخبارات تاجیکستان استخدام شده و 3 نفر هم در گیر داده. باسانی اعتراف کرد به خاطر از کارمند مسلکی نبوده، اما استخبارات طالبان میگه که کارمند مسلکی نبوده، ایره چی کردن بلکمیل کرده بوده استخبارات تاجیکستان، یعنی از مجبوریتش کدام کاری داشته، یک رازی داشته، از مجبوریتش استفاده کرده، ایره به وظیفه استخباراتی و کابل روان کرده بوده. یعنی موقف نامطلوبی که غلاموف داشته اونجا مثلا چی کاری کرده بوده، یعنی به خاطر از اینکه گفته ما فاش نشیم، یعنی اینی وظیفه را انجام بده و ماموریت پرخطر. خب غلاموف در تاجیکستان به نقض حداقل 2 ماده قانون جزای تاجیکستان محکوم بوده. این را زندان کشیدن روان کردن، یعنی زندانی را توظیف کرده بودن که مواد مخدر و قاچاقچی و گپا بوده. در حال حاضر هر 4 نفر در یکی از زندان های طالبان به سر میبرند. تحقیقات ادامه داره. ای یک بخش کوچکی از جنگ مخفی بین طالبان و تاجیکستان. در مالی در افریقا ناگهان یک ضربت سختی بر گروه واگنر وارد آمد که یعنی تقریبا بیش از 150 نفرشان کشته شد، 40 نفر اسیر شدن و از این قبیل گپا، زخمی هم حدود 20 نفر. اینا را آل ستون نیروهای دولتی مالی و واگنرا که رفته بودن از رام مثلا عبور میکردن توسط شورشیان توارق کمین زده شدن. این شورشیان توارق بسیار مردم قبایلی مسلح هست، بسیار خشن، که همیشه گفته شده که اینا با القاعده در ارتباط هستن. الکسی چپا معاون اول کمیته بین المللی دومای دولتی روسیه
گفت که اسلامگرایان تبارک به جنگنده های واگنر حمله کردند و اینها به وسیله فرانسه و امریکا هم حمایت می شدن هم نظارت می شدن. بله، جنگ نیابتی در افریقا به این شکل از قتل عام واگنر شروع شد. خب یه عضو دوما گفته که روسیه باید پاسخ بده که بدون شک پاسخ خواهد داد. ستون نظامیان طرف نیروی دولتی با واگنر طرف خط اول جنگ می رفته. برای هواپیما که قرار بود به کمک اینا بیاید طوفان شن برپا شده کمک نکرده هواپیماها، بنان کشته و مرده و اسیر زیاد شد و یک هلیکوپتر واگنر را دمی زده خورد سرنگون شده. یعنی کاملا بیخی جنگ تمام با قبایل توارق و حتی گفته میشه که لوتوس کسی که جانشین یفگنی پریگوژین بود یعنی فرمانده عمومی واگنر او هم کشته شده. خبرنگار نظامی بوریس روژین که در منطقه حضور داشته او گفته که در بین زندانیان کسایی که اسیر شده خود فرمانده عمومی واگنر بود، اما او قبلا مبادله شد. عمیقه گفته خلاص که با چی مبادله شد، چی رقم شده فهمیده نمیشه. اما در بین کشته شده مدیر تلگرام منطقی خاکستری دمی تویتر در تلگرام اینا که خبرها خود پخش میکرد نیکیتا بلی در جمله کشته شده ها است. این ضربه بزرگ بود به تلاش های دولت مالی برای از بین بردن گروپ های شورشی. حتی یک سرباز واگنر را که بازداشت کرده بودند دستایش پشت سرش بسته کردند. او افریقایی برش میگفت که بگو که الله اکبر. سرباز واگنر چیغ میزد میگفت الله اکبر. اسیر یک فرمانده قطعه تهاجمی 13 با کد تماس روسیچ در اوکراین. کد تماس روسیچ در جمهوری مالی راستی. اینا گفتن که نیروهای جمهوری مالی در منطقه شهر تینزاواتین در حمایت از واگنر حمله کردند بالای طرف مقابل. وایدای هجومی شماره 13 این جنگ رهبری میکنه. در این عملیات 80 نفر هستند، 15 نفر از روسا فعلا هم در اسارت هستند. میگم من خودم فرمانده لشکر 13 هستم، پیام میره و معاون وزیر دفاع میرسانم که ما کمک میخوایم. هنوزم اونجا اونا در محاصره و در کشتار هستن. گفتم ما حاضر هستم تمام افرادی را که به اصطلاح بدون بیمه میخواین بجنگن ما جمعآوری بکنم، یک چارتر تیاره چارتر استخدام بکنم، باز ما به خاطر نجات اسیرای خود و بر ضد و شورشیان مالی عملیات بکنیم. مثل که جبهه کلان باز کردن اونجا. این توارخ ها که هستن توسط فرانسوی ها حمایت میشن. امی فرمانده جزوتام شماره 13 گفته بلکواتر قطعا در بورکینافاسو و مالی اونجا قرارگاه ها داره، اونا در اجرای تمامی اقدامات و این قبایل توارقا کمک کردن. جنگ نیابتی ای ما از این بود از محور افریقا ممکن است از این و خبرهای بسیار مخرش و ناگهانی با تلفات بسیار گزارش های بیشتری را خواهد داشتیم، چرا این تازه آغاز کار است.